دوستان خواهش میکنم بفرمایین تو. آقای نهضتی بفرمایین تو. یکی رو شناختم گفتم حداقل بهش بگم. بله اجازه بدین من شروع کنم. چشم. عرض میشه که خانم ها و آقایان درود بر شما. به شب بیگمان بیاد ماندنی شعر و سخن استاد بنده دکتر رضا براهنی شاعر، رمان نویس و نظیر پرداز ادبی خوش آمدید. اجازه بدهید نگاهی گذرا به آثار دکتر براهنی داشته باشم. عرض میشه قبل از اینکه من نگاه رو تعقیب کنم به من اجازه بدین از دوستان عزیزم در انجمن نویسندگان ایرانی کانادا، به از انجمن ایرانیان اونتاریو و از بزرگواران دیگه‌ای که بسیار به ما یاری رساندن تا این شب را در خدمتتون باشیم تشکر کنم. از اون به ویژه از اون گروه عزیزان که حتی اجازه ندادن ما اسمشون رو برای سپاسگزاری در اینجا بیاریم. این افتخار بزرگی است برای من امشب که در خدمت استادم دکتر رضا براهنی باشم. علاوه بر ایشون نویسنده دیگر وطنمون خانم صحتی همسر ایشون امشب اینجا در میون ما هستن، فرزندان ایشون ارسلان و اسفندیار که خوابه و من همش با نگرانی من اون پشت میرفتم، علاوه بر ترس از سخن گفتن در جمع شما و حضور استاد، این مواظبت اینه که اجازه بدین من نگاه خیلی کوتاهی تار استاد در طول سه دهه گذشته بکنم و بعد ازشون صدا کنم. با شعر شروع می کنم. نخستین مجموعه شعری که از دکتر رضا براهنی، آهوان باغ، منتخب اشعار سالهای 35 آنهای باغستان، داربست، یادگارها و آهونامه و در سال 1341 چاپ شده. جنگل و که شعر اول یک منظومه بلنده که در اون برخورد زندگی معصوم ابتدایی باز است و شعر دوم هم تصویر دیگری است از زندگی شهری. کتاب دوم 343 چاپ شد. شبی از نیمروز منصور منتخب شعرهای سالهای 41 تا 44 دکتر رضا براهنی است. براهنی در این تصدیق شده ولی از وزن نیمایی هنوز خارج نشده است. منظومه یک زن شعر بلنده. این منظومه برخلاف جنگل و شهر بزولی توصیفی است و زندگی زن و شوهر جوانی رو که آپارتمان کتاب در 232 صفحه و در سال 1340 زیر آفتاب منتخب شعرهای سالهای 44 تا 47 دکتر رضا صفحه شامل منظومه کوتاه. علاوه بر اون منظومه کوتاه در این کتاب بس همون منظومه گرفته شده. مهمترین خطبه ها، مرثیه ها و شعرهای اجتماعی براهنی در این کتاب اومده. این کتاب مشتمل بر بخشی از ابتدائات وزنی براهنی در اوزان مرکب شعر فارسی و در سال 1349 چاپ شده. عرض میشه که گل بر گستره ما یک تذکره کوچک تغزله که مربوط به سال 48 مجموعی از 17 شعر عاشقانه دکتر رو چاپ کردن در این کتاب گل بر گستره ما. بیانیه‌ای به نام تصور من از شعر عاشقانه در همین کتاب چاپ شده. براهنی در این کتاب بهترین شعرهای عاشقانه خودش رو جمع‌آوری کرده که در طول سال 1348 سرودی شدن. ابداع وزنی در این کتاب ادامه داره. کتاب در 72 صفحه در سال 1349 چاپ شد. ذل الله شعرهای زندانه. این کتاب مشتمل بر شعرهایی است که براهنی با الهام از دوران زندان شاه سروده.
کتاب مقدمه‌ای بسیار طولانی راجع به سانسور، خفقان و مبارزات روشنفکری علیه سلطنت داره و اشاراتی کوتاه به زبان و بیان شعرهای زندان. علاوه بر شعرهای زندان، در پایان کتاب شعری که ادامه دارد اومده که بار دیگر کوشش برهانی رو در راه آفریدن شعرهای منظومه مانندشان میده. سه نوع شعر در این کتاب گنجانیده شده: شعرهای موزون نیمایی، شعرهای با وزن غیر عروضی، شعرهای مرکب از اوزان عروضی و غیر عروضی. چاپ اول کتاب در امریکا توسط انتشارات ابجد انجام گرفته و چاپ دوم اون که پرتیراژترین کتاب بعد از انقلاب هم بوده، 55,000 نسخه از این کتاب به فروش رفته، در تهران چاپ شده. نقاب ها و بند ها به زبان انگلیسی این مجموعه شعر که در کتاب آدمخواران تاجدار گنجانیده شده هنوز به فارسی ترجمه و منتشر نشده. برهانی در این مجموعه از دو فرم استفاده کرده: یک فرم ماسک یا نقاب که در واقع زبان شخصیتی است که در شعر قول شاعر بر آن متکی است، و دوم فرم بند یا پاراگراف که در واقع شعری است قطعه مانند، پرتصویر، با معماری دقیق. این مجموعه شعر همراه سایر مطالب کتاب آدمخواران تاجدار به 10-12 زبان من جمله آلمانی، اسپانیولی ترجمه شده. شعرهای کتاب 60 صفحه است. این کتاب در سال 1977 در نیویورک چاپ شد. غم‌های بزرگ ما مجموعه ای است از مرثیه‌های دکتر برهانی در سوگ یک رهگذر: دکتر محمد مصدق، غلامرضا تختی، فروغ فرخزاد، صمد بهرنگی، عشق، جلال آل احمد، کاروغ آزاریان، خسرو گلسرخی، علی شریعتی، آیت الله طالقانی. تعدادی از شعرهای این مجموعه با این نام‌ها هستند. بعضی از این شعرها از کتاب‌های دیگر برهانی، از مرثیه‌های دیگر در کتاب‌های دیگرشون انتخاب شده. کتاب 72 صفحه است و در سال 63 منتشر شد. از کتاب‌های شعر دیگه ایشون که من به صورت اینها را اشاره کنم و برم، یکی اسماعیل که در سال 1366 در تهران چاپ شده، بیا کنار پنجره در سال 1367 در تهران، نامش را نمیگویم ممنوع است، سال 1369 در تهران، یار خوش چیزی است، سال 1369 در تهران، خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، مقاله بلندی است حاوی نظریات تازه دکتر رضا برهانی که در کتاب خطاب پروانه ها، من فکر کنم تعداد اندکی از این کتاب در اینجا هست. این کتاب در سال 1372 در تهران چاپ شده و دیگه تجدید چاپ نشد. من اگه بخوام به همه آثار دکتر رضا برهانی اشاره کنم، فکر میکنم بخش به زیادی از وقت گرانبهای استادمو در اینجا میگیرم. اجازه بدین حداقل فهرست من به رمان ها هم اشاره کنم، چون یکی از مهمترین و شاید میخواستم بگم مهمترین کاریشون، بعد من بیش از 250 صفحه این کتابو خوندم، میشه گفتی که از بهترین کارهای رمان نویسی ما اخیراً از دکتر رضا برهانی چاپ شده به نام آزاده خانم و نویسندهش، چاپ دوم، یا کوری خصوصی آشویس دکتر شریفی. البته من فکر کنم بخش دوم اسمو درست نگفتم. 250 صفحه از کتابو که بخونی نصف کتاب درست میتونی بگی. عرض میشه که اون کتاب کتاب فوق العاده ارزشمندی است از نظر شیوه های نوشتاری، از نظر فرم های تازه‌ای که دکتر برهانی برای نخستین بار در رمان نویسی، نه تنها رمان نویسی ما بلکه رمان نویسی در جهان به کار برده. کتابی است مصور، برای اولین بار شما با یک رمان مصور و تصویرهایی از کاراکترهای رمان روبرو هستین. من فکر می‌کنم تعداد کمی از این رمان در اینجا هست. این کتاب اخیراً در سوئد توسط نشر باران چاپ شده. کتاب در ایران اجازه انتشار نداشته و خوشبختانه در اینجا چاپ شده. اینجا ما مشکل اجازه انتشار نداریم، امکان انتشار نداریم. عرض میشه که رمان های دیگر ایشون، من اشاره کنم همینجوری و برم بدون اینکه توضیح بدم، روزگار دوزخی آقای عیاس هست که در سال 49 تموم شده. این کتاب بخش های چاپ شده، برای بار نخست در امریکا چاپ شده، اونم به وسیله یک امریکایی که از تز دکتراش استفاده کرده برای از این کتاب استفاده کرده برای تز دکتراش، در چند جا در امریکا چاپ شده. بعدها در یکی از آثار خود دکتر یه بخش های کوتاهی از این چاپ چاه. من فکر میکنم دوستان به میزانی آشنا هستن با رمان چابشاه. بعد از اون آواز کشتگان هست، رازهای سرزمین من که به تبع همه ما ازش خبر داریم، و آشویتس خصوصی دکتر شریفی که ما در اینجا فکر کنم تعدادشو داریم. نقدهای پرخواننده ترین آثار نقد و بررسی ادبی در جهان زبان فارسی هست. ما
آقای پامیر و آقای کوخی را الان دارم میبینم، در افغانستان، در تاجیکستان، در بخشای فارسی زبان یا پاکستان، در هر جای جهان که فارسی خوان یا فارسی زبانی بوده، نقدهای دکتر رضا برهانی پرخواننده ترین نقدهای ادبی بوده. بیگمان این کارها در دانشگاه‌های مختلف جهان، در دانشگاه‌های عربی، در برخی از دانشگاه‌های فارسی و در همین دانشگاه تورنتو به عنوان آثار مرجع بررسی ادبیات معاصر فارسی ایران تدریس شده. عرض میشه که یکی از کارهایی که من فکر میکنم نزدیک به یک ادبی ایران منتظر انتشار اونه، این بوتیکای قصه نویسی دکتر هست که نظریات تازه ایشون در ارتباط با ایران معاصر، نه تنها قصه نویسی معاصر ایران بلکه قصه نویسی معاصر در جهان هست. بخش بزرگی از اون نظریات در است. ایشون عملا به اون نظریات در یک کار عملی رمان نویسی پرداختن. عرض میشه که من خیلی دلم میخواد که به همه این مسائل اشاره کنم. این یادداشتارم با خودم آورده بودم. میتونم بیش از همه شما شاید التهاب گوش دادن به دکتر رضا برهانی رو دارم. به دکتر رضا برهانی، خانم ساناز ارسلان و اسفندیار خوش آمد میگیریم و از پروفسور برهانی من خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای دکتر خیلی ممنون. با سلام به همه دوستان، بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم و بخشی از کارهای ناچیز خودم رو خدمتتون عرضه خواهم کرد. از دوست عزیزم آقای زرهی خیلی تشکر میکنم بابت این مقدمه بسیار جامع و کامل که از کارهای بنده خدمت شما ارائه دادن. من این جلسه رو با یک شعر شروع میکنم. در ابتدا قصد داشتم که دو تیکه از کتاب آزاده خانم و نویسندهش رو خدمتتون بخونم، اونو بعد از این شعر خدمتتون خواهم خوند. آنچه نوشتم و یک خاطر دیگر خاصان فریشته است، دیو در او در نیاید. شمس تبریزی. نام تمامی پرنده هایی را که در خواب دیدم برای تو در اینجا نوشتم، نام تمامی آنهایی را که دوست داشتم، نام تمامی آن شعرهای خوبی را که خواندم و دست هایی را که فشردم
نام تمامی گلها را در یک گلدان آبی برای تو در اینجا نوشتم. وقتی که می گذری از اینجا یک لحظه زیر پاهایت را نگاه کن. من نام پاهایت را برای تو در اینجا نوشتم. و بازوهایت را وقتی که عشق را و پروانه را پل می شوند و کفترها را در خیش می فشرند برای تو در اینجا نوشتم. یک دایره در باغ کاشتم که شب آن را خورشید پر می کند و روز ماه. و یک ستاره آزاد گشته از تمامی منظومه ها می روید از خمیره آن را هم برای تو در اینجا نوشتم. مرا ببخش، من سالهاست دور مانده‌ام از تو، اما همیشه هرچه در همه جا در شب یا روز دیدم و هر که را بوسیدم برای تو در اینجا نوشتم. تنها برای تو در اینجا نوشتم. در دور دستی و با دلبستگی حجم پرنده درشتی در ها آشیانه مانده از خستگی، روح تمامی نگرانی در چشمهای منتظر متمرکز، من رازهای اقوام در بدر را برای تو در اینجا نوشتم. افسوس، رفتن جوانهایی که دوش به دوشم از جاده های خاکی بالا می آمدند. من نام یک یک آنها را می دانم و داغ می شوم وقتی که نام یک یک آنها را می خوانم. آنها همه فرزند خوابهای جهان بودند. تعبیرهای من از خوابهایشان ورد زبان مردم دنیاست. تعبیرها را هم برای تو در اینجا نوشتم. در باغها بعضی درختهای میان سال سال هاست که می گریند، زیرا که آشیان چلچله هاشان را طوفان ربوده است. من گفتم که شمعهای جوان را دور درخت ها روشن کنند. نام درخت های میان سال را، نام تمام چلچله ها را برای تو در اینجا نوشتم. و مردگان دو گونه بودند. تا من کنار میزنم این پرده را از روی مرگ، تو چشم خیش را ورزیده کن که ببینی. یک دسته از این مردگان انگار هیچگاه نمی مردند، بلکه با قبرهای فسفوری از راه قبرستانها بر می گشتند و شهرها را روشن می کردند. نور چراغهای آیندههای زمین بودند. و دسته دیگر مظلوم بودند، انگار هرگز نبوده بودند، از بدو زندگانی انگار مرده بودند. یک جاروی بزرگ زیر زمینی می روفت خاک اره تنهای آنها را و در چاه‌های بی ته می ریخت. این رفت و ریخت ذات طبیعت بود. من نام‌های هر دو گونه مرده را برای تو در اینجا نوشتم. من دوست داشتم که صورت زیبایی را بر روی سینه‌ام بگذارم و بمیرم، اما چنین نشد و نخواهد شد. هستی خسیستر از این هاست. بنگر به مرگ و زندگی حافظ. حافظ چگونه زیستنش نسبی است. ما هیچگاه نمیفهمیم حافظ چگونه مرد. انگار مشت بسته مرگش را همچون فریضه مکتومی با خیش برده است. حالا از راه ها که می گذری بنگر به چاه های عمیقی که من از آنها پایین خزیدم. این چاه ها دهان دایره ای دارند. از آسمان که بنگری انگار هر دهانه دفی کهنه است که انگشت های دفزن آن را سوراخ کرده است. اما
پشت جداره این چاه ها هم دف می زنند، دف های کردی. این گونه من از این جهان به رؤیت خورشید رفتم، از توی یک دف کهنه وقتی که اطراف من دف می زدند. دنیا برای من معنی ندارد، من دوست داشتم که صورت زیبایی را بر روی سینه‌ام بگذارم و بمیرم، اما نشد. هستی خسیستر از این هاست. دردی که آدم حسی احساس می کند بی انتهاست. من این چکیده های اول و آخر را هم برای تو در اینجا نوشتم. گرچه روحم تبلور ویرانی است، اما ذهنم غریب ترین چیز است. هر روز گفتن این چیزها برای من از روز پیش دشوارتر شده است. من حافظ تمامی ایام نیستم، اما حتی اگر بمیرم چیزی نمی رود از یادم. عمری گذشته است و نخواهد آمد، عمر همه، نه عمر من تنها. من خاطرات عالم و آدم را در دایره در باغ کاشتم. اون دایره در باغ محصول حس زندگانی من بود. هر میوه‌ای که می‌افتد از شاخه درخت می‌افتد در دایره، تکرار می‌شود در دایره، تکرار و فاصله، تکرار و دایره، تکرار دایره ها در میان فاصله ها محصول حس زندگانی من بود. من این نگاه دایره‌ای را هم برای تو در اینجا نوشتم. حالا نزدیکتر بیا و کلید در باغ را از من بگیر. نشانی آن باغ را روی کلید برای تو در اینجا نوشتم. من سالهاست دور مانده‌ام از تو و می‌روم که بخوابم. من پرده را کنار زدم. حالا تو با خیال راحت پروانه‌وار در باغ گردش کن. من بالهای پروانه ها را هم با رنگهای تازه برای تو در اینجا نوشتم. آیش را انداخته بود این ور اونور تل سبزی و با زنش که روی مبل روکش بالش ها را می انداخت از نوش صحبت می کرد که به تقلید از نامگذاری آنها اسمش را گذاشته بودند ارسلان. کبرا خانم سبزی پاک می کرد. از اتاق خواب بیرون آمد، به زنش گفت ناشر میگه وضع کتاب بدتر شده، فعلا تا چند ماه از چک خبری نیست. کبرا خانم هر به تو هفته می آمد، به زنش کمک می کرد. خانهش طرفهای میدان شوش بود. در اون روزهای کار معمولاً ساعت 9 صبح می رسید، دست به کار می شد و ساعت 3 بعد از ظهر می رفت. می گفت ساعت 5:30 به خانهش می رسد. زنش گفت کاش می تونستی از یه نفر 100 تومن قرض کنی. من هرچی که داشتم خرج کردم. دوباره رفت سر وقت تلفن. حتی 100 تومن 4 تومن هم کسی بهش پول نمیداد. در گذشته توانسته بود برای یکی دو دوستش از یکی دو دوست دیگرش پول قرض کند، ولی بلد نبود برای خودش قرض کند. بعدها فهمید که مسئله بلد بودن و بلد نبودن نبود، اعتبار ندارد. پول دختر خاله زنش را برای ابراهیم قرض کرده بود، پول یوسف نژاد را برای رحمان پور، ولی وقتی که میخواست برای خودش پول قرض کند طوری خجالت میکشید که انگار قرار بود لخت او روی صحنه تئاتر برود. با دو نفر از دوستانش تا آنجا پیش رفت که گفت این روزها خیلی بی پولم، و بعد که دید حرفش را نمی فهمند و یا نمی خواهند تحویل بگیرند اضافه کرد دیگه نمیشه کتاب خرید. یکی از دوستانش گفت من که مدت هاست خرید کتاب، مجله، گوشت، ماهی و مرغ رو از برنامه زندگیم حذف کردم. دیگری گفت دارم کتاب خونم رو می فروشم. او هم دو سال پیش همه کتاب‌های تاریخیش را توسط دوستی به یکی از دانشگاه‌ها فروخته بود.
اول قرار بود 400 هزار تومان بدهند، بعد از 50 تلفن و ده ها بار رفت و برگشت و امضای لیست هایی که بیش از 10 نفر پیش از او امضا کرده بودند، 82 هزار تومان دستگیرش شد که لدل حصول عین گوشت قربونی داغ داغ بین چند طلبکار کوچولو تخس شد. ناشرها بهترین دوستانش بودند، ولی 3 سال بود چاپ کتابهایش خورده بود به خاری و زاری. از ناشری 150 هزار تومان بابت 2 کتاب گرفت که یکیش چاپ شده بود و دیگری تو صف بود. 3 سال پیشترم 6 ماهی ماهانه 40 تومان از ناشری گرفته بود بابت تحویل 2 کتاب که اولی را در همون چند هفته اول داده بود و دومی را نداده بود. اولی را که چاپ کرده بودن رفته بود تو صف. کتاب دوم که رمان بود هنوز قانعش نمی کرد. زنش هرچه داشت خرج کرده بود. وقتی که دوباره از اتاق خواب بیرون آمد و فاجعه را روی دایره ریخت، شنید که کبرا خانم به زنش میگوید میخواییم من از ایران خانم بپرسم ببینم پول داره؟ زنش پرسید ایران خانم کیه؟ کبرا خانم گفت ما ازش قرض میکنیم. زنش پرسید چقدر؟ کبرا خانم با مهارت یک بازاری گفت 100 تومن 3500. خود او وانمود میکرد که به این مکالمه توجه ندارد، ولی از آشپزخانه حرفهای خدمتکار را میشنید و امیدوار بود که زنش تشویق کند که فعلا کبرا خانم 100 تومانی از این ایران خانم قرض بگیرد. وقتی که لیوان چاییش را برداشت برد توی سالن، زنش سرش را بلند کرد و با اشاره پرسید نظر چیه؟ و او هم با اشاره گفت بگیر. فردای اون روز کبرا خانم 96500 تومان پول نقد آورد و یک چک حامل 100 تومانی بی تاریخ گرفت و رفت. 3 ماه بعد 100 هزار تومان دیگر به همون ترتیب، و بعد چون درآمد درستی در کار نبود هر 3 ماه 100 هزار تومان چک حامل داده شد و مجموع پول با احتساب ربح رسید به 490 هزار تومان. کبرا خانم حالا می گفت که ایران خانم 2 پایش را کرده توی 1 کفش و پولش را می خواهد. و خود کبرا خانم هم معتقد بود که ایران خانم زن بدبختی است و تنها درآمدش همین سود پول است. کبرا خانم گفت منم که دندونامو کشیدم میخوام دندون بذارم، پول ندارم، ایران خانم پولشو از ما میخواد. مسئله این بود که خود نویسندم اخیراً بی احتیاطی کرده بود و یکی از روکشهای دندانهایش را با خوردن یک سیب خوشبو و خوشطعم گلاب قورت داده بود و حتی 48 ساعت توی مدفوعش گشته بود تا پیدایش کند و بشوید و بعد ببرد بدهد بچسبانن روی دندانش که موفق نشده بود. سهرابم که دهنش را باز میکرد و میگفت که دندونای عقلش به عمل احتیاج دارد، 3 تا دندونش هم روکش میخواهد. و خود نویسنده هم به یکی از دوستان دندان پزشکش مراجعه کرده بود، فهمیده بود که او هم در جلسات احضار روح شرکت میکند و اخیرا خواسته بودند روح شاه را احضار کنند و وسطای کار فهمیده بودند که روح برتران راسل و روح اسخر قاتل با هم به جلسه احضار روح تشریف آوردند. قیمت روکش قورت داده شده هم 22 یا 26 و یا 34 هزار تومان می شد. به همین سادگی. بستگی داشت به کیفیت. و حالا جای دندان خالی بود و موقع شعرخوانی زبانش لنگ می زد. گاهی هم به کبرا خانم سوء ظن پیدا می کرد و فکر می کرد که اصلا ایران خانمی در کار نیست و خود کبرا خانم رباخار است. و زنش معتقد بود که از موقعی که ازش پول قرض کردن دیگر نه جاروی درست حسابی میکشد، نه گردگیری میکند و نه سبزی‌ها رو خوب میشوید. و هر سالان هم که دنبال بهانه بود، در روزهایی که کبرا خانم میومد دست به غذا نمیزد، چون یک بار دیده بود که کبرا خانم دماغش را با آستینش پاک کرده و خانه پر رفت آمد خرج و برج داشت. زنش هم که سنگین بود، مادر هم که رفته بود و در این مدت سه بار تابلوی اهدایی قندریز در 32 سال پیش تا پای فروش در گالری سیحون رفته بود و مثل سر بیگناهی که پای دار می رود و بالای دار نمی رود برگشته بود سر جایش. کفگیر نویسنده محترم بد جوری خورده بود به ته دیگ و اعصابش چنان خراب بود که در حالی که زیر لب زمزمه می کرد عصری میاد، روی مکت زیر زمین دراز کشید و غریزه بیاریش بی آنکه او خود از ماجرا خبر داشته باشد قاپش را دزدید، طوری که عین سگ چوب خورده سنگین خوابید. برخلاف همیشه و برخلاف روال هر خوابیدنی هیچ رویایی به سراغش نیامد. در جایی خوانده بود که وقتی اضطراب آدم از حد تحملش بگذرد
آدم دو تا گردو در طرف چپ مغزش پیدا می کند که به این سو و اون سو قل می خورند و این قل خوردن نشانه آن است که یا به زودی پرچم جنون از بالای گوش چپش به اهتزاز در خواهد آمد و یا آدم خیلی سنگین می خوابد و وقتی بیدار می شود جاهای خالی را طوری نگاه می کند که انگار به آلبوم عکس آشویتس و یا کتابچه کوچک بازماندگان اردوگاه ماتهاوزن نگاه می کند. به همین دلیل وقتی زنگ در از بالا به صدا در آمد، اول روی موکت چرخید و غلتی زد تا از پنجره زیر زمین به بریده آسمان که داشت در تاریکی ناپدید می شد نگاه کند، ولی با زنگ دوم بالا پرید. اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که در زیر زمین را باز کند و پا به فرار بگذارد و همه چیز را به درایت زنش بسپارد. فکر دوم جالب تر بود. وانمود می کرد که می خواهد پول را بپردازد، چکار از دست کبرا خانم می گرفت و همه را ناگهان می چپان توی دهانش و قورتشون می داد و از رویش یک لیوان آب خنک می خورد. راه دیگر این بود که منکر امضای چکا بشود و بگوید ایران خانم و یا کبرا خانم بروند کشکشان را بسابند. دیگر زنگ در به صدا در نیامد. چون که صدای زنش را شنید که با اف اف صحبت کرد و تا او به خود بیاید، در بالا باز شد و صدای کبرا خانم به گوشش رسید که با زنش خوش و بش می کرد. حال بچه ها را می پرسید و نسبت به بچه ای که قرار بود بیاید حرفهای محبت آمیزی می زد. دیگر به حرفهایی که در بالا زده می شد گوش نداد. چرا؟ دو سه تقیه کوچولو به زیر زمین خورد. به در زیر زمین خورد. اول فکر کرد که گوشش عوضی شنیده است. معمولا اگر کسی میخواست در زیر زمین به دیدنش بیاید قبلا قرار میگذاشت، حتما عوضی شنیده بود. ولی چند لحظه بعد دوباره همون دو ستقی کوچولو به در خورد و اونقدر دست پاچه شد که یادش رفت بپرسد کیه. رفت به طرف در، کلید را چرخان، در را باز کرد و بعد در آهنی آنور در چوبی را هم باز کرد، گفت بفرمی. زنی که وارد شد قد متوسطی داشت. روسریش را از سرش برداشت. موهای خرماییش ریخت روی شانه هایش، ولی مانتوش را در نیاورد. روی مبل کهنه کارگاه قصه و شعر نشست. اول حرف نزد. بعد که او رفت پشت میزش پای تخت نشست، چشمش را دوخت به چشمهای نویسنده. منو به یاد میارین؟ قیافتون خیلی آشناس. هر دو خیلی آهسته حرف می زدن، انگار می ترسیدن که از بالا صدایشان را بشنوند. اگر زنش می فهمید که بی اطلاع او به زنی اجازه ورود به کارگاه داده، خیلی ناراحت می شد. خوب دقت کنین، در دنیا فقط شما منو می شناسی. من هم همین فکر رو می کنم. احساس می کنم که شما از شاهرگم به من نزدیک ترین. ممکنه خودتون رو معرفی بفرمایید. من آزادم، شخصیت اصلی رمانی که شما می نویسید. فکر کردم از اون دنیا بیایم به دیدن شما و این چک بانکی رو که به مبلغ 490,000 تومانه به شما بدم تا شما بدین به طلبکارتون که اون بالا منتظرتون. نویسنده بلند شده بود. از وحشت همه موهای بالای گوشهاش و موهای سراسر تنش سیخ وایستاده بود. هاج و واج زنی را که در برابرش نشسته بود تماشا می کرد. زن ادامه داد. در این زمانه که کسی به داد نویسنده ها نمی رسه، اگه ما شخصیت های رمان ها به دادشون نرسیم، دیگر چیزی نوشته نخواهد شد. خواهش می کنم این ناقابل را از من بپذیرید. اجازه بدین من هم در حل بحران رمان شرکت کنم. زن بلند شد، به طرف میز او آمد، دستش را دراز کرد. نویسنده وحشت زده دستش را در اختیار زن گذاشت. زن با دست دیگرش چک بانکی را در دست او گذاشت، گفت خدا حافظ. برگشت، رفت طرف در، در نیمه باز را کاملا باز کرد، قدم به پارکینگ گذاشت، برگشت، در را بست و رفت. نشست. عرق سردی بر سراپای تنش نشسته بود.
نگاهی به چک کرد. چک رمزداری بود که از نزدیکترین بانک صادرات خانه‌اش کشیده شده بود. زنش از بالا صدایش زد. هنوز هاج و واج مونده بود. زنش گفت: نمیای بالا؟ بی اختیار گفت: چرا، اومدم. و از پله‌ها بالا رفت. زنش گفت: چرا رنگت پریده؟ به زنش گفت: تو گفته بودی عصری میاد. زنش گفت: اومده، اینجاست. میدونم اومده، خوب میدونم. این چک بانکی رو بده به کبرا خانم، چکای منو ازش پس بگیر. از کجا آوردی؟ کی آورد؟ خودت گفته بودی عصری میاد، مگه نه؟ خوب اومده. تیکه دومی که میخونم از آزاد خانم، این بخش: صبح روز بعد پرده های جهنم بالا رفت. در خانه همه خواب بودن. مرده به بغلی روی همون تخت بود، چشما باز بود، ولی مرده بو نگرفته بود. شریفی به سرعت کار می کرد، ولی با آرامش کامل. مگر خود او خودش را به این صورت به وجود نیاورده بود؟ خب عکس آن هم عملی بود. کتاب‌های چاپ شده‌اش 52 بود، با تجدید چاپی‌ها و ترجمه‌های به زبان‌های خارجی در حدود 20 جلد بود، 120 جلد بود. مجموعه نوارهای ضبط شده از سخنرانی‌هایش حدود 500 تایی می‌شد. اسناد دیگر در پوشه‌های مرتب در حدود 15,000 صفحه دیگر بود. همه زباله‌ها را توی 10 کیسه زباله گنده ریخت. انگار شب قبل در خانه مهمانی بزرگی گرفته بودند. او باید تهمانده غذاها را از بشقاب‌ها، دیس‌ها و دیگ‌ها جمع می‌کرد. چون جای همه چیز را از حافظه می‌دانست، با مشکلی روبرو نشد. همه روی حافظه شریفی شرط می‌بستند. همه را خوب توی کیسه‌ها جا داد. از بیرون خانه هم همه‌ای به گوشش رسید. فکر کرد که صدای بیرون از جهت شرق می‌آید، ولی شرق نمی‌توانست باشد. از ساعت 8 عده‌ای آمده بودند و در میدان فوتبال طرف شرق خانه با سر و صدای زیاد بازی می‌کردند. گاهی صدای بازیکن‌ها بالا می‌رفت: گل، گل. ولی این سر و صدا سر و صدای گل نبود. این همهمه فرق می‌کرد. همهمه از بیرون می‌آمد، از پشت در حیاط مجتمع کوچک آپارتمانی. لباس پوشید رفت دم در. همه اونجا بودند. شخصیت‌های مهم جلوتر و شخصیت‌های فرعی و کوچک پشت سر آنها، زن و مرد و بچه و همه حیوان‌ها مرتب ایستاده بودند. با ظهور او در دم در هم همه خوابید. شما نگران نباشید، من به موقع کاری را که بر عهده‌ام گذاشته شده انجام خواهم داد. با این چند کلمه همه قانع شدند، عقب عقب رفتند و ناپدید شدند. ولی فضای خالی آنها مثل ویرانه های شهری قدیمی که در خواب دیده شود در ذهنش بود. برگشت به خانه. همه هنوز خواب بودند. سری به اتاق خواب زنش زد. از زمانی که بچه به دنیا آمده بود کمتر آنجا می خوابید. گاهی در خوابش جیغ می کشید. جیغ ناخواسته و بسیار بلند بود و ربطی به خوابی که دیده بود نداشت. در واقع خوابی که دیده بود با جیغ کشیدن یادش می رفت. یک بار که از این جیغ‌های وحشتناک کشید و بچه از خواب پرید و ساعت‌ها گریه کرد، تصمیم گرفت آنور خانه توی اتاقی که به کارگاه منتهی می‌شد بخوابد. همانجا هم کار می‌کرد و هم می‌خوابید. حالا که توی اتاق خواب زنش بود، دوست داشت یک بار دیگر نگاه زنش را ببیند. نمی‌توانست زنش را بیدار کند. اگر بی‌بغلی بود می‌گفت غیر محاله. کیسه های زباله را دوتا دوتا برد و بیرون گذاشت وسط پارک کوچک کرباسچی. 5 رفت آمد محتاطانه. نه همسایه های مجتمع آپارتمانی را به شک می انداخت و نه همسایه های کوچه بن‌بست را. بعد برگشت به خانه، لباس هایش را در آورد و بهترین لباس هایش را پوشید. پیرهن یشمی روشن، پلیور راه راه سبز و توسی و سفید، کت و شلوار مخمل سبز. همیشه بدترین بخش ظاهرش کفشایش بود. پوتین پوشید. حتی میخواست پوتینهایش را واکس بزند، نزد. با
بعد رفت انبردستی را از توی کشوی لوازم برداشت و رفت توی دستشویی. شیلنگ دستشویی را باز کرد. همه جای آن را با صابون چند بار شست. آمد بیرون و رفت توی آشپزخانه. از میان آشغال‌های کمد زیر سینک یک قوطی گنده حلبی پیدا کرد. وقتی که روغن نباتی تمام می‌شد، زنش از قوطی‌های حلبی آنها برای نگه داشتن چیزهای دیگر استفاده می‌کرد. قوطی شسته شده و تمیز بود. برگشت، رفت در را باز کرد، بیرون آمد، در را بست. از پله‌ها رفت پایین به پارکینگ. در باک ماشین را باز کرد. سر شلنگ را انداخت توی باک و با قدرت مکید. بوی بنزین ششهایش را ناگهان تسخیر کرد. اجازه نداد که خود بنزین به لبهایش نزدیک شود. سر شلنگ را گرفت توی قوطی حلبی. با سه مکش قوی قوطی حلبی پر بنزین بود. شلنگ را از باک در آورد. در باک را گذاشت و پیچاند و محکمش کرد. شلنگ را همونجا کنار چرخ ماشین انداخت. دیگر بالا نرفت. حلبی دستش بود. از پارکینگ آمد توی حیاط و با اعتماد به نفس کامل رفت در را باز کرد. از پله‌های شکسته بسته ته بن‌بست رفت پایین. پیچید دست راست و 10-15 قدم دیگر که برداشت رسیده بود. وسط کیسه‌های زباله برای خود جا باز کرد. ایستاد. هوا سرد بود. معمولاً در چنین هوایی کلاه کپیش را سرش می‌گذاشت. تنها چیزی بود که یادش رفته بود. نمی‌ارزید که برگردد و به خاطر کار بی‌ارزشی که می‌کرد کلاه سرش بگذارد. گرچه سالها پیش سیگار را ترک کرده بود، ولی عادت داشتن فندک از سرش نیفتاده بود. دقیقاً یادش نبود که فندک هدیه چه کسی است، ولی می‌دانست که پر است. این ور اون ور را نگاه کرد. همهمه‌گرهای آن شهر ویران به تدریج اجتماع می‌کردند. صبر کرد تا همه حاضر شوند. از دور صدای فوتبالیستای میدان طرف شرق ساختمان مجتمع می آمد. 30-40 قدم پایین تر ماشین ها از مجیدیه و شمس‌آباد می آمدن و از گلستان پنجم رد می شدن. صدای یکی دو ترمز تیز، یکی دو بوق بلند و گاز دادن یکی دو کامیون را شنید. حلبی بنزین را ریخت روی سرش، شانه هایش و روی زباله های توی کیسه ها، اهم از کتاب یا نوار یا پرونده نوشته. همه را خوب خیس کرد. لحظه ای به عدد 3 اندیشید. چرا؟ نمیدانست. بار اول که فندک را زد روشن نشد. ترسید اصلا روشن نشود. طرح به کلی به هم میخورد. حالا آمادم. شاید بعدن این آمادگی را نداشته باشم. ولی بار دوم که فندک را زد با سرعتی خیره کننده میسوخت. مثل همان سوختن کتب زاله در سالها پیش در آن خانه وقفی، با این فرق که این سوختن سریع‌تر بود. باید با چشم باز این اشتعال خودی را تماشا می کرد. رنگ به رنگ شدن اشتعال همه زباله ها و خودش را. آخرین بار که نگاه به پنجره خانهش کرد، دید که دکتر رضا، زنش و دو پسرش پشت شیشه ها ایستادن. بچه کوچک بغل دکتر رضا بود. از دور دید که دکتر رضا بچه را داد دست زنش تا با تمرکز کامل این آشوبیتس کوچک را تماشا کند. صدای مادر را هر دو شنیدن. آخه قرار بود دو تا باشین. آخرین میل قریب شریفی پیش از تبدیل شدن به خاکستری ناچیز، میل به یکی شدن با آن همزاد پشت شیشه بود که قلم به دست ایستاده بود و او را تماشا می کرد. همهمه به کلی خوابید. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا، هیچکی نبود، یه دکتری بود.
من تصمیم داشتم که شعرهای اینجا یادداشت کرده بودم که شعرهای مفصلی رو بخونم، ولی به نظر میرسه که وقت ما به اون صورت اجازه نخواهد داد. در نتیجه من سه چهار تا از شعرهایی رو که فکر میکنم که برای شنیدنش لازمه که خود شاعر این شعرها رو بخونه، اینا رو براتون میخونم. شعر اول و شعر اول خطاب به پروانه هاست، مهمترین کتاب شعریه که من چاپ کردم. در این کتاب من سه چهار تا کار کردم. یکی اینه که شعرهای صوتی، هفت تا حدودی یکی از اون شعرهای صوتی و شاید معروفترین اونها سال 68 و شده شکستن نحو زبان فارسی. بعدن موقعی که بحث یه کار دیگه که من کردم به طور کلی عوض کردن راوی هاست. ما نمیتونیم دیگه شعر یک راویه داشته باشیم، شعر یک شاعره داشته باشیم، لازمه که یک شعر به وسیله چند تا صدا گفته بشه. و همین دلیل یکی از مسائلی که من عنوان کردم موضوع شعر پولیفونیک یا چند صدایی. ولی این شعر که میخونم بیشتر با مسئله صدا و به طور کلی با دف در ذهن من متبادر میشه. دف را بزن بزن که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب شب دف ماه ها، فریاد فاتحانه ارواح های های و هلهله در تندری، آری به دفتل علو فریاد در حوادث شیرین دفیدنی است که می خواهد فرهاد. دف را به دف که تندر آینده از حقیقت خمیده دمان است و نیز دمانتر باد. دف در دف تنیده و مهده خدا را به دف، به دف روح آسمان، به دف روح من به دف. شب بعد از خواهد دید من بعد از این شب طوفانی تا 100,000 سال نخواهم خفت. شب را بدف دفیدن 100,000 دف. مهتاب را با روح من بدف، دف خود را رها نکن. تو را به لذت این لحظه میدهم قسم، دف خود را رها نکن. ای کرد روح گیسو بلند، قیقا چشم ابرو کشیده سوی معجزه ها، معجر هوس خشخاش چشم خورشید لب، دزد 1,000 آتش ای قاف، ای قهقه گدازه مستر تب طلا. دف 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 تنور تنم را بدف، دف خود را رها نکن. سیاره های دف در باغ های چلچله می کوبند، دف 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 دف. از این قلم چون چشم تو خون می چکد، دف 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 دف. یک زن که در سواحل پولاد می دوید فریاد زد خدا خدا خدا، تو چرا آسمان تهران را از یاد برده ای؟ دف صورت طلایی ماه تمام را از آسمان بزنی سار کرد، دف 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 دف. محبوب من ای آسمان، زن مرد روح راز ترنج، خشخاش چشم دف 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 تنور ترم را بدف. ای کرد روح کرکوک را به صولت فریاد خود بکوب بر کوه قاف، دف 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 دف. سی مرغ جان بدف دف البرز را بدف، دفینه ارواح سنگ را بیدار کن، البرز را بیدار کن، دف دف دف.
دف 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 دف. ارواح سنگ گشته اجداد خواب را بیدار کن، سیمرغ جان بیداد کن. دف 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 دف. وقتی که بر سهاری یاقوتی دف 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 است که میکوبد، طالع شوید بر من و بر شانه های من ای سینه های دف. دف 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 است که میکوبد انگشت ارغوان با مشتی از عطر و عسل. دف 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 است، دف 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 است که میکوبد من ساحلم امواج. دف 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 است که میکوبد خاکم سم سطور. دف 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 است که میکوبد. روح قدیم قونیه در زیر خاک آتش گرفته، قونیه بر شانه های خاک چون ارغوان و لاله دمیده است. دف 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 است که میکوبد بر قونیه. آه ای جوان، ای ارموی، ای روح دم زدن. دف 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 است که میکوبد بر مولوی. بر دشت های شاد برشته نوشته است تبریز شمس را، ای ارموی، ای بابل جوان زبانهای اولین. روح قدیم قونیه در زیر خاک آتش گرفته، قونیه بر شانه های خاک چون ارغوان و لاله دمیده است. دف 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 است که می کوبد بر قونیه. باد از کمرکش سبلان می زند اریب و به دریاچه ای که بر آن قوم ماد اتراق کرده است فرو می ریزد. دف 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 است که می کوبد. خورشیدی از سهند سحرخیز میزند چشمک بر قله های منتظر کوه ماد. به الوند زرتشت شهرهای کهن در میان ماست. دف 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 است که میکوبد بر بام های ما. شیر شتر بر بام ظهر، شطح شراب بر قامت زبان. دف 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 است که میکوبد. دریای زنبق است که بر پشت بام ما بیتوته می کند. دف 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 است که می کوبد روی هدف. دف 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 است که می کوبد. دف 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 است، دف 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 است، دف 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 است که می کوبد. آه ای جوان، اجازه بده تا ببوسمت، اون حنجره بوسیدنی است. ای ارغوان، مشت عسل، عطر و عسل، بوسیدنی. ای هنجره، ای ارغوان. دف ماه من به دور جهان چرخ میزند، در پشت دف ماه تمام، ماه تمام، ماه تمام. دف 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 است که میکوبد اشک و عسل، رطل شراب. ای آبشار، دف ماه من به دور جهان چرخ میزند. دف ماه من، زن مرد من، روی هدف، روی هدف. دف را بزن، بزن که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب، شب زرتشت شهرهای کهن در میان ما، فریاد فاتحانه ارواح های های و هلهله در تندری است که می آید. دف ماه من به دور جهان چرخ می زند، دف های نور حاله سیاره های سر. از آسمان حیرت گردن ها های شاد تجلی ها سر می پرد، سر می جهد، سر را دف می زند، دف را سر می زند. شمشیر دف دف است که سرهای خلق را از بیخ می زند، سر می زند، دف می زند. آه ای جوان، ای ارغوان، اون هنجره بوسیدنی است، بوسیدنی، سر می زنی. دف است که سرهای خلق را از بیخ میزند، دف میزنی، سر میزنی. گردنکشان سرخ جدا از سر، گردنکشان معجزه در راه‌های دور. رنگین کمان حیرت دف 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 است که میکوبد را با خیش میبرند. در رهگذار باد هزارون ستاره نیز دف 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 است که میکوبد را فریاد میزنند. آنک ستاره ها همه سیاره های سر،
سیاله تراوتی از شیوه های دف 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 است که می کوبد می بارد. دف مثل مخملی است که با سحرش سیاره های عاشق و شیدا را پوشانده است. دورت بگردم ای دف دیوانه، ای دف دیوانه، دف دف دیوانه، ای دورت بگردم ای دف دیوانه، ای دف دیوانه، دف دف دیوانه، ای 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 دورت بگردم ای دف دیوانه، ای ای ای. معشوق جان به بهار آغشته منی که موهای خیست را خدایان به سینه‌ام می‌ریزند و مرا خواب می‌کنند. یک روزمی که بوی شانه تو خواب می‌بردم. معشوق جان به بهار آغشته منی تو شانه بزن هنگامه منی.